چالش های سیاسی در خاور میانه از موضوعات مهم سومین و آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ بود فرصتی برای وزیر دفاع اسرائیل تا بار دیگر توافق هستی با ایران را به نقد بکشد او گفت توافق با ایران کپی قراردادی است که ما با کره شمالی داشتیم و اکنون می بینیم که نتیجه آن در مورد کره شمالی چه بوده هیچ شکی وجود ندارد اگر شما از هر کسی از هر زن و مردی در خاور میانه بپرسید هر کسی این را درک کرده که ایران یک کره شمالی دیگر خواهد شد. وزیر خارجه عربستان سعودی نیز پس از سخنان وزیر خارجه ایران که کشورهای منطقه را برای حل مشکلات به گفتگو فراخواند، ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان نامید و هرگونه گونه گفتگو با ایران را رد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این نشست یادآور شد که مشکلات عراق، سوریه، یمن و بحرین راه حل نظامی ندارند و هر کدام از آنها نیازمند یک راه حل سیاسی است. او همچنین گفت ایران پاسخی به تهدیدات نخواهد داد ایران به احترام پاسخ خیلی خوبی می دهد اما به تهدیدات نه درگیری ها در سوریه و یافتن راه حلی برای پایان دادن به آن دیگر موضوع گفتگو در کنفرانس امنیتی مونیخ بود استفان دیمیسورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با اعلام خبر اثرگیری مذاکرات صلح در ژنو گفت اگر شما خواهان شکست داعش هستید باید در سوریه به یک راه حل سیاسی فراگیر و معتبر دست یابید حتی اگر چنین چیزی پیچیده و دور از دست استرس به نظر برسد و این چالشی است که در چند هفته آینده با آن روبرو خواهیم شد.